پیامد تایید پایبندی تهران به برجام ضمن وضع تحریم های جدید و واکنش دولت ترامپ به زندانی کردن یک آمریکایی چینی تبار در ایران موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است. ایشان ترور در تحلیلی در واشنگتن پست با عنوان آمریکا و ایران به سوی بحران می روند می نویسد ایران همچنان لولو ژئوپلیتیک شماره یک رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود. این امر از کنفرانس ریاض شروع شد. پرزیدنت ترامپ تیم امنیت ملیش گفته است پایبندی ایران به توافق هسته ای را تا ابد تصدیق نخواهد کرد با وجودی که دولت ترامپ به خروج آمریکا از برجام اعتقادی ندارد اما ترامپ شخصا رهبران جهان را در اجلاس های از ورود به تجارت با ایران بر داشته است با وجود این مقام های اروپایی علاقه به مذاکره دوباره توافق هسته ای با ایران نشان نمی دهند. جیمز بولزی و لاماند کلوچی در یادداشتی در واشنگتن تایمز با عنوان از محلال نقش معاهده در دیپلماسی آمریکا با دادن ارجاعاتی تاریخی به معاهده های پذیرفته شده از سوی آمریکا می نویسد وقتی دیپلماسی در نمونه توافق هسته ای ایران به طور بالقوه چندین دوره ریاست جمهوری را در بر می نمی توان انتظار داشت این توافق با فرمان اجرایی دوام بیاورد. دولت اوباما با توجیه نداشتن رأی کافی در سنا سیاسی کاری کرد. جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا به سراحت گفت ما از ابتدا روشن کرده بودیم که یک طرح به لحاظ قانونی الزام آور را مذاکره نمی کنیم. ما طرحی را مذاکره می کنیم که در آن ظرفیتی برای اجرا خواهیم داشت. ارزش شماره یک سیاست خارجی اعتبار است. آن را از دست بدهید نسل طول می کشد تا دوباره به دستش بیاورید. بنی آونی در یادداشتی در نیویورک پست با عنوان توافق ایران اوباما برقرار میماند اما عمرش رو به پایان است می نویسد رکس تیلرسون وزیر خارجه جیمز متیس وزیر دفاع و اچ آر مکمستر مشاور امنیت ملی در بحث بر سر تصدیق پایبندی ایران به برجام بر استیو بنن مشاور ویژه رئیس جمهور مایک پامپئو رئیس سی آی ای و خود رئیس جمهور چیره شدند اما دولت ترامپ مملو و از مخالفان جمهوری اسلامی است و با روشن شدن بازبینی سیاست ایران روی کرد تغییر خواهد کرد بنای لرزان برجام در حال فرو ریختن است بهتر است که ما نه متحدان منطقهشان کنترل روند زوال برجام را در دست داشته باشیم رویل مارک گرکت در یادداشتی در نیویورک تایمز با عنوان در مورد ایران ترامپ نسخه جدید اوباما است با اشاره به صدور حکم ده سال زندان برای یک آمریکایی چینی تبار در ایران می نویسد بازداشت زی وانگ به یقین از نیاز به یک رویکرد متفاوت حکایت دارد حفظ با ترس و لرز یک توافق کنترل تسلیحات که با منقضی شدن مفادش یک برنامه غنیسازی صنعتی اورانیوم را تضمین می کند نشانگر روی کردی متفاوت نیست. آمریکا از منظر اقتصادی و نظامی باید طبقه حاکم ایران را بترساند و متقاعد کند که گروگانگیری برایشان هزینه های غیر قابل تحملی دارد. اما به شکل فضاینده ای آشکار می شود که پرزیدنت ترامپ ملاها را مرعوب نخواهد کرد.